برای آشنایی با راهکارهای کاربردی بزرگ کردن آلت تناسلی این ویدیو را از دست ندهید. با درود به شما خوبان، به یکی دیگر از برنامه‌های کانال سحر مدیا خوش آمدید. لطفاً روی دکمه سابسکرایب کلیک کرده ویدیو را لایک کنید و تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. کشیدن آلت تناسلی به روش‌های مختلف برای افزایش طول آن توسط خود فرد یا با وسیله‌های مختلف انجام می‌گیرد. روش اول شامل تمرینات کششی هستند که فرد با دست خود بافت‌های آن را به صورت طولی ماساژ می‌دهد. این حرکت باعث می‌شود بافت پوست آن بازتر شده و انتقال خون در آن راحت‌تر باشد. این فرآیند موجب می‌شود که برخی از بافت‌های آلت تناسلی به مرور زمان رشد کرده و بزرگ کردن آلت تناسلی اتفاق می‌افتد. استفاده از دستگاه کششی روش دیگری است که تحت عنوان پمپ وکیوم آقایان شناخته می‌شود. این پمپ شامل یک سیلندر است که لوله‌ای است و بر روی آلت تناسلی قرار می‌گیرد. هدف اصلی ساخت این دستگاه برای ایجاد نوز در مردان است. اما شواهدی مبنی بر طولانی شدن آلت تناسلی در استفاده منظم از این دستگاه وجود دارد. یک بررسی علمی گزارش داده است مردانی که به صورت روزانه از دستگاه کشش استفاده می کنند، بعد از 4 ماه می توانند شامل افزایش اندازه آلت تناسلی خود باشند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که اندازه آلت تناسلی بین 1.8 سانتیمتر تا 3.1 سانتیمتر افزایش یافته است. اگر به فکر کشیدن آلت تناسلی و انجام تمرینات مربوط به آن هستید، باید به خاطر داشته باشید که این تمرینات هیچ آسیبی به شما نرساند و تنها زمانی این تمرینات را انجام دهید که آلت تناسلی شما در حالت نعوذ نباشد. برای استفاده از دستگاه وکیوم آقایان لازم است که چند مرحله را به ترتیب انجام دهید تا کیفیت کار بالا رود. آلت تناسلی خود را در داخل محفظه پر از هوا قرار دهید. از مکانیسم پمپ استفاده کنید تا هوای آن خارج شود. این کار باعث می شود که خون به داخل آلت تناسلی شما کشیده شده و در نتیجه باعث ایجاد حالت نوز می شود. حلقه آلت تناسلی را به انتهای آن وصل کنید و آن را تا 30 دقیقه ثابت نگه دارید. در این مدت 30 دقیقه می توانید یک رابطه جنسی برقرار کنید. اما اگر می خواهید از دستگاه کشش آلت تناسلی استفاده کنید، مراحل انجام کشیدن آلت تناسلی به این ترتیب هستند. آلت تناسلی خود را در انتهای پایه دستگاه قرار دهید. سر آلت تناسلی خود را در انتهای مخالف قرار دهید. لوله سیلیکون را در اطراف گردن آلت تناسلی ببندید. انتهای لوله سیلیکون را در پایه دستگاه قرار دهید و به آرامی آلت تناسلی خود را به سمت بیرون بکشید. هر زمانی که احساس درد داشتید، باید که آن را متوقف کنید. فرآیند کشش آلت تناسلی باید 4 تا 6 ساعت در هر روز انجام شود. اما خطرات احتمالی و عوارض جانبی کشیدن آلت تناسلی هم به این شیوه می باشد. خارش و سوزش، کبودی کوچک یا تغییر رنگ، ایجاد لکه های قرمز در بدنه آلت تناسلی، بی‌حسی موضعی، پارگی وریدی. اگر هر کدام از این علایم به صورت شدید برای شما رخ دهد، حتماً با پزشک خود مشورت کنید. به عنوان نتیجه نهایی، اگر در مورد اندازه آلت تناسلی خود نگران هستید، به این موضوع توجه داشته باشید که این دیدگاه فقط برای شماست و حتماً باید پزشک آن را تایید کند. اما اگر مشخص شد که آلت تناسلی شما کوچک است، هر کدام از روش‌های گفته شده برای کشیدن آلت تناسلی مناسب و مفید هستند. البته به خاطر داشته باشید که دستگاه وکیوم آقایان نتایج سریع‌تر و استانداردتری دارد. با تشکر از توجه شما، لطفاً شما هم نظرات خودتون را برای ما به اشتراک بگذارید و با کانال سحر مدیا همراه باشید.